استخوان‌ها تقریباً 18% بدن شخص کلانسال را تشکیل می‌دهند. در بدن کودک نوزاد تخمیناً 270 استخوان بوده. در بدن شخص به کمال رسیده علاقه آن از 200 تا 220 عدد می‌رسد. پس استخوان یک جزء مهم ارگانیسم انسان به حساب می‌رود. ولی از به احتیاطی، ضرب خوردن و دیگر حادثه‌ها استخوان انسان نیز آسیب می‌بیند. می‌براید و حتی می‌شکند. پیشنهاد شماست شماره نوبتی از سلسله نمایش گنج بی‌بها. دوستان عزیز سلام عرض میکنیم. نمایش امروزه ما با آسیب دیدن استخوان‌ها بخشیده میشود. در زندگی انسان گاه به حادثه های دوچار می شود که در نتیجه به آسیب استخوان آورده می رسانند. دایر به سبب ها و لطخوری شکستن و یا برآمدن استخوان ها البته هر کدام شما معلومات دارید. عموما کدام حادثه ها سبب می شوند که استخوان آسیب می بینند؟ بیشتر کدام استخوان ها آسیب پذیرند؟ تبابت آسیب استخوان چی طور صورت می گیرد؟ در کدام کار بیشتر آسیب پذیری استخوان ها مشاهده می شود؟ این و دیگر سوال ها در برنامه جواب خود را می یابند. و شریک لایحه ما شرکت پری مچ در نمایش ما را همراهی می کند. Пари Матч – официальный партнер высшей лиги Таджикистана по футболу. Пари Матч – заряжен побеждать. در ابتدا می خواهیم به متخصصان مراجعه کنیم و دایر به سبب و عامل های آسیب‌یابی استخوان ها بپرسیم. در حقیقت از آسیب ها هر از جای حادثه به گروه ها تقسیم می شوند و از آسیب هایی که کدام موضوع بدن میگیرن با گروه های دیگر میشن. آسیب های در موضوع گرفته میشن آسیب های کوچکی، آسیب های ورزشی، آسیب های حربی، آسیب های استحصالی، آسیب های خانگی، آسیب های نقلیاتی. یعنی آسیب در کدام موضوع که گرفت نام همون موضوع قطعی دسترس کرده میشن. و آسیب هایی که در بدن میگیرن میشد آسیب های اندام ها، آسیب های اومخته، یعنی اومخته هم اندامش کند هم عضو های داخله یا که مغز سر. غیر آسیب باز دیگر نمودی ویس مثال سختگی میشود یا که آلات های خیمیوی ضرر میرسونند از یک چند آلات هایی که ضرر میرسونند. همینا کمبیناسیونی میگن، این کمتر مشکل تر است و شعبه ما که مخصوص گردانده شده نامش هم آسیب اومخته و جراحی فوری هست. در شعبه ما همه وقت بیماران وزنینی که آسیب های اومخته میگیرند، یعنی هم اندام ها آسیب گرفتند یا که عضو های قفس سینه یا که عضو های شکم یا که عضو های سر. خصوصا حاضر осебои нақлиётӣ бисёртар вомехӯрад ва дар мо бисёртар бистарӣ карда мешавад. Инам вобаста аст ба зиёд шудани миқдори автомобилҳо аз тарафи роҳгардон ва иҷро накардани қоидаҳои дурусти ҳаракат дар роҳ, истифода накардан аз роҳравҳое ки бояд барои гузариши ҳамин роҳгузарҳо аст истифода накардан. از طرف راننده ها بودن یک شتاب کردن، یعنی که بلند کردن سرعت و بستگی سرعت این صدمه های نقلیاتی زیادتر رو میخورد. طوری معلوم شد و بسته به وضعیت عامل های آسیب‌یابی استخوان های انسان گوناگونند. ولی حالت شد و استخوان شخص آسیب یافت چی باید کرد؟ دکتران کدام چاره ها را استفاده میبرند؟ ولی تا اینکه به این سوال جواب یابیم اول باید ببینیم که یاری اولینی طبی چگونه است. شما هنگام آسیب‌یابی استخوان کدام یاری اولین را استفاده میبرید؟ پرسش سری راهی ما را میبینیم. ба фикри ман ёрии аввалин ам хел аст ки ба ҳамин ба ҷои рост хобондан дар кор аст. баъд мисол
ягон амин бараш ба ягон тахтача ягон чизи рост бошад бо ҳавай амин бастан дар кор ё ки амин ягон бинт ягон латта агар ягон чизи мувофиқ бошад бо амин бастан дар кор амин чизашро пояшро ё ки дасти амин ҷои осеб дидашро бастан дар кор скорая помощь сразу позвонить як латта қати мустаҳкам мебандемша то омадани духтурҳо یاری اولی من همین است که مثال در بدنم اگر گستوک باشد یا اگر چیزی که مقصد دست موچه است یا که اگر چیزی که باشد اول همون جایی که خون رفته است دست شد پوچه شد بسته که خون بسیار نرود بعد از اون بعد به منیسه است یا که به دکتر است زنگ میزنم مقصد اگر زمین در غلدگی باشد ممکن است که خون باشد اگر جیمپیر مونه کشیم یعنی طور خون در مخکم کنیم که میبنده که مقصد اون خون بسیارتر نرود و همون سکاری اومدن هم های وابسته از چه خیل آسیب دیدنی همون شهروند می باشد اگر رای همون یوری اولی تیبی درکار باشد اگر اونجا شکستگی باشد و یا بستن درکار چی میگه دالی تخت چه مونده بستن درکار نیگه اگر دیگر خیل باشد و ممکن دلش وای باشد و به هوای سونی دادن درکار دو حالات ها باز دیگر حالات ها نگاه کرد همین خیلی چاره دیدن در کار بعد دعوت کردن در کار پیش از همه یوری تجلیه به جای حادثه یوری اولین رو من همون جای شکستش رو میبندم یا بایگان تخته یا بایگان چوب یا که بارویمال دستش رو اول میبندم بعد به سکاری پامیش خبر میرسدم وقتی که در کوچه میبینی که یک شخصیت پوچه شکسته ای یکم درجه یکم مرومول یکم رزین یکم پوبند یورو گرفتم بسته یوری اولین رو رسونده تو یک поликлиника ё ягонҷо бурда расондан дахӯ вазифа як шаҳрванди тоҷикистон аст ҳангоми осеб гирифтани бемор ҳатман ду чиз роли асосӣ мебозад якум дар ҷои ҳодиса ёрии аввалия расондан дар кор ва дуюм ба ҳамн наздиктарин беморхона беморро дастрас кардан дар кор бисёр вақт همین وقتی تیلویی میگن همین را ما استفاده نمیبریم مثال عادی در کچه های ورزا مثال اسم میگیرد از اونجا روز بیمارخانه قرابالا گفته همین بیمار رو از همون ورزا گرفته دو بیمارخانه را گذاشته بیمارخانه مرکزی نویوی ورزا بیمارخانه شهرک تیبی را گذاشته روز با قرابالا میبرن که در اینجا ممکن 30 دقیقه 40 دقیقه و در این 30 40 دقیقه ممکن حالت بیمار وزنین میشد خونروی باشد خونروی زیاد میشد و رساندن یاری مخصوص گرداننده برای ما مشکل میشد و حالت بیمار با عارضه های دیگر دچار میشود برای اینکه عارضه های بعدی نشود ما باید طرز درست رساندن یاری اولیه را باید دانیم و یاری رسانده تونیم مثال هنگام شکستن استخوان بازو چیزی که در نزدی همون بیمار رو هست اول باید ما نو جنبان کنیم اینا مثال عادی یا چوب یا که اینا چتر یا که شرف اینا میخیل گرفته نوجنبون کردن بستن در کن مثال دیگر اگر که در نزد ما چوب نباشد یا که یکم چیزی دیگر نباشد میتونیم از متاعی که کم ترک نمودشون سخت تر است مثال اینا کاردون کاردون رو گرفته با همین دست خواهیم کرده همین رو نوجنبون کرده میبندیم در جای حادثه البته بین نیست چیزی که هست اگر زن باشد مثلا که روی مولی بدنش کتی گرفته بستن در کار یا که وقتی که روی مول نباشد ریمنت میان گرفته بستن ممکن نه نمیخیل این همش با اون روانه کرده شده است که ما جای شکست رو یعنی که نوجنبون کردیم وقتی که ما جوی شکست رو نوجنبون کردیم شکستگی با بسته از اونی میشد که اولا که ممکن که به عارضه است وقتی که ما درست نوجنبون کردیم تو انتقال کردن به بیمارخانه این یک رساندن یاردن اولیه میشود
اگر مجبور باشد که هنگامی آسیب پوشیده استخوان جبر دیده را خودتون انتقال دید، پس شما اول باید برای بستن از همه گونه مواد سخت دسترس، تخته، چوب و حتی چتر استفاده برید. شخصی که استخوانش آسیب یافت به دکتر صحوی مراجعه میکند. عملیات مینبعده باید چی طرز صورت گیرد؟ شاید شما آگاه باشید ولی به هر صورت به دکتران مراجعه میکنیم. وقتی که بیمار رو به شعبه قبول آورده میشود، در اونجا تمام متخصصان هستند. حتما اول حالت اومش کتی سر و کار کرده میشود، به بهتر شوی حالت اومش بعدم عکسای رنگینی گذرانده میشود، در کار شود تشخیصای ایلوگی با گذراندنی اولتراصداهای کلوک اشکم، یعنی که اگر لازم شود گذراندنی کامپیوتر تامادرافی ها، رنگینوی تشخیصی رقمی، همین گذرانده شده، بعدا نمودی رساندن یاری را از اونجا انیخ کرده میشود. و بهتر شوی حالت اومیش بسیار وقت اکو برای بر وقت برای موندن، یعنی که برقرار ساختن قوه کاری هم بیمارون، بسیار وقت جراحی موثری همین زمان را استفاده میکنیم. وابسته از لطخوری یا شکستن استخوان، دوامناکی تبوبت بیمار گوناگون است. در این حالت بیمار باید کدام قایده را رعایت کند؟ با متخصصان مراجعه میکنیم. با دستگیری وزارت تندرستی، ماموریت بیمارخانه از طرف مدیر شعبه، ما یک چند متخصصمون رفته در دیگر مملکت ها آموزشی، یعنی که تکنولوژی گذراندن جراحی معاصر را آموختن. بنابر همین اگر پیش جراحی که مثلا گیم تا 15-18 روز میشتن، میتونه که بیمار را جراحی نمودی معاصری نو گذراند در روز سوم یا پنجم علاقه به پا خزانه میشه. هنگامی اوسیب ها حالت بیمار اگر خوب باشد، با نشانه تجلی اگر نیاز باشد به بیمار، همون روز بعد تیار کردن عملیات جراحی به نسبت شکست استخوان حتما گذرانده می شود. اگر در حالت وزنین بیمار از حساب آسیب های شکم باشد، با تشخیص ها برای معین کردن کفیدن عضوهای داخله گذرانده می شود. از اون جمله گذاشتن نیچه، اولتراصدا میکنند. در اولتراصدا معلوم می شود که مایع آزاد هست یا نیست. نیچه گذاری میکنند. وقتی نیچه که گذاشتن در شکم باید مایع آزاد نباشد. وقتی که مایع آزاد میبراید چه ممکن خون باشد. این 100% تصدیق میکند که عضوی شکم داخله کدومش کفیده آسیب گرفته. و این بیمار حتما جراحی کشوندن شکم و برطرف ساختن عضوهای آسیب دیده. اگر قفل سینه باشد، باز عکسای رنگینی میکنیم، نایچگزوری میکنیم و در این حالت وابسته از نمودی آسیب قفس سینه همون نمودی جراحی را ما میگذرونیم. باید در بین مردم یک گفتشنید گذراندن در کار که خصوصا هم از طرف پیاده گردان، هم از طرف کارکنان بازرسی، هم از طرف رانندگان، هم در کارخانه‌ای که کارگزاری کرده میشد، باید طرز درستی گذراندن همون کارهای بی خطر رو باید گذرانند. و مردم باید فهمانده داده شود که مثل هنگام گذاشتن روح روی زیر زمینی که برای مردم تیار کرده گذرند، از طرف راننده باشد سرعت رو در معیاری که باید باشد همون سرعت های کنند، یا کارخانه کلان دولتی ساختمانی که باشد طرز درستی استفاده همون اولو تویی که پیشگیری آسیب میشد درست گذرانده برای مونده شود. آسیبگیری استخوان ها به کسب و کارها نیز وابستگی دارد، یعنی در کدام کسب و کار بیشتر آسیب استخوان به نظر می رسد. تحلیل ها چی را نشان می دهند و متخصصان چی می گویند؟ آسیب ها هیچ وقت نقشوی نمی شوند. اینو بگیم در حیات یک بار یک ناگهان پیدا می شوند و متاسفانه آسیب را هم آدم سالم گرفته می تواند و از آن جمله بیماران هم که گرفتارهای بیماری مثال مزمن دیگر عضوها دارن، اونا هم میتونن مثال بیمار با بیماری توبرکلوز است،
بیماری اونکولوژی هست، بیماری مزمن گرده، بیماری گپاتیت و اینها هم که اوسب میگیرن و همه اینا یک خل رویش ندارن. برای هم آدم سالم مثال ورزشکار اگر اوسب گیرد تبوبات و تشخیص و سیاچویش خوبتر تستر و با حیات سالم تستر میبروید. لیکن آدم هایی که با بیماری های دویم درجه دارند و ناگهان اوسب میگیرند تبوبات و رویش تبوبات و اوریزه های اینا بود تماما دیگر میشد و تبوبات نسبت به آدم های سالم درستر میشد. اوسب های بسین سال با بستگیش هم هست، چون که در کلان سال ها بسیار وقت یک اوسب کمی کوچکی که هست میتوند که شکستگی های گردانه کران داورده رسوند، چون که وابسته به سن و سال وای کم شدن ایونهای فسفر، کم شدن ایونهای کلسی، یعنی که ما این پرابلم استیوپاروز میگیم، همینا میتونن که یک آسیب کوچک به شکست اندام آورده شه، یا که اوریزوی که به دیگر بیماری وابسته است، مثلا بیماری اونکولوژی، یا یعنی که بیماری قند، همینا میتونن که به همه آسیب وارد رسند. این بیمار رو بسیدم های نقلیتی بچور شده در حالت وزنین و شبه قبول کلانسولان آورده شده سینسول و حالت سینسول حالت این بیمار رو به نظر گفته به شبه ایوگری دو روز بیستری بود با بهتر شدن حالت این بیمار به شبه یوسف مکتب و جراحی فوری بیستری کردیم با تشخیصی شکست و کندشوی حلقه کست حالا در تبابت کانسرواتیو قرار دارد در جوزش اسکلیتی حالتش خوب می باشد با شکست های من حلقه کست و کندشوی سینفیز دورشوی سینفیز می شود بیمار تبابت های لزیمه رو گرفته شده است. مرا چخه زده نمی دونم آوردانم در دختر بودم دو روز در وزبین خونه بودم بایجا آوردانم 23 روز شده. چخوتون ها چخه ایست کردستیم؟ سوز. اگر شما با ورزش توجه دارید پس خوب میدونید که ورزشگران در حالات های گوناگون آسیب میبینند. فوتبال ورزشی رقم یک سیاره است و دایر به آسیب های گوناگونی فوتبال بازان همه روزه خبرها پهن میگردد. ما نیز همراهی شریک لایحه شرکت پری مچ راه پیش گرفتیم به تمرینگاه دسته مشهوری استقلال. میخواهیم از دختران دسته و خود فوتبال بازان دانیم که کدام آسیب یابی ها در بازی فوتبال معمولند. معلوم است بازی فوتبال این بازی کانتاکتی است و در همه حالات ترامه ها دیده می شوند. بسیار ترامه های زانو، بغوم ها و مشک های کسوران دیده می شود. که این لطخوری ها خیلی زیاد هستند در فوتبال ما. یوری اولین که وقتی که فوتبال بازان ما آسیب می گیرند ما در یکم حالات با آسیب رو دیده به ها داده بعد یوری تجلیل می رسونیم. از همه بیشتر در این حالت های اوله ما یخ گذاری میکنیم و خنکی میمونیم. وقتی که بازنگر لد میخورد ما جای لدخوری وای ورمی نکنه، برای همین ما یخ میمونیم، یخ گذاری میکنیم. اگر بازنگر را پرسیم که بازی دوام دادن میتونه، اگر هاگید دوام میتید، اگر نباشد او ایواز میشود با بازنگر دیگر. بسیارتر اوسی میگرن بغوم زانو. بغوم زانو چخیلی که معمور هست در فوتبال یک ترامه یکی رزریف ونوترین مینیسکا کلین سوستاو. این یکی از لطخوری هست که در 99 فویزی فوتبازان دیده میشود. این البته این لطخوری با اون آورده میرسوند که او حتما باید جراحی کند. بعد جراحی همین لطخوری او بعد یک یکنی ماه باز به میدان گشتن میبیاد. حسن خیلی آسیب گیریه که آسیب درجه یکو میگویم. این آسیب ای خیلی سخت نیست. میگیرن رو ما ممکن است که لازم نشویم با ما و یاردمی تجیر رسوندن. خودشون خیسته با بازی دوام میدین. Да, бывают разные бывают случаи. В зависимости от травмы. Колено, голеностоп. Допустим, какой-то игровой момент бывает, идешь в стык и получаешь травму. Последний раз травма колена была, связки повредил. Вот. Во время игры сначала ты этого не чувствуешь, но потом после игры уже, когда остываешь, то уже начинаются боли.
В основном идет воспалительный процесс. Первая помощь, как обычно, нам медперсонал предоставляет лед, заморозку, все, ну, все такое, холод прикладывать надо. Такие моменты. Мода доктор мне говорит, зарбай сахуда будем якине. Агар сахуда будем, мода айхама бисер я авто дам эти ануна. Бад я авто мы бинем, агар тонем, оста тамлимон сармекнем, где-то я дахрус. Бад агар хдмуна нах искнем, общая группа хати дам эти. Агар травмой сах гирифта бошем, курси балан мегзарем. Пари Матч – официальный партнер высшей лиги Таджикистана по футболу. Пари Матч – заряжен побеждать. Устухонҳо низ мисли дигар аъзои бадан ба эҳтиёт ва пешгирӣ аз беморӣ эҳтиёҷ доранд. Чораҳои пешгирӣ барои роҳ надодан ба осеби устухонҳо кадом аст ва духтурон чӣ тавсия медиҳанд? Идомаи намоишро тамошо кунед. Худи ҳамин осебое, ки сари вақт муроҷиат накунад, оризаош метонад бисёр шавад. Яъне ки чхели дар ин боло гуфта гузаштанд, як осеби ки пӯшида буд дар ҳолати нодуруст рафтор кардан, нодуруст муолиҷа кардан, метонад ба тарзи кушода мубаддал шавад. Ё ки метонад ки ягон раги шоҳраги калони хунгардро занад, ки инам метонад як оризаи калон бошад. Ё ки дар ҳолати пурра нарасонидани ёрӣ, ё ки ба беморхонае ки мутахассисон ҳастанд, муроҷиат накардан, оризаи бисёр метонад шавад. Дар ҳақиқат, ҳама ҳамин сабабҳош як шитобкорӣ аст. Ҳама шитоб дорад. Роҳгузарам шитоб дорад, ронандаам шитоб дорад. هست اگر همه همین قانون و راهگذار قانون خودش را راننده قانون خودش را رعایت کند در جای کار استحصالات همون کارگرها همه تکنیکای به خطری را رعایت کنند آلاتهایی که محافظت میکنند اونا را داشته باشند همینا در در ورزشگاه همه همی اگر رویه شد من فکر میکنم که همی آسیب ها هم صدمه ها هم خیلی کم میشن و طرز حیات سالمی همی آدم ها بهتر خوبتر میشن. اصولی آسان‌ترین پیشگیری شکست و زخم‌ها در کوچه انتخاب پایافزار درست است. خطری افتیدن و زخمی شدن هنگام پوشیدن پایافزار پاشنه بلند می‌افزاید. احتمالیت زخمی شدن یا شکستن پای در زمستان با چنین پایافزار خیلی زیاد است. از این رو وابسته به وضع هوا انتخاب و پوشیدن پایافزار موافق مصلحت داده می‌شود. طبق مصلحت متخصصان راهی از هم اساسی آسیب ندیدن استخوان این احتیاط است. امیدواریم از نمایش ما بهره گرفتید و جهت آسیب نگرفتن حتما چاره‌های احتیاطی را رعایت میکنید. اینجا شماره نوبتی نمایش گنجی بی‌بها به انجام میرسد. همیشه سالم و بردم باشید. تا بازدید.